عمل میکنه. داخل قطعات و آنودهای کربنی معمولا فلزی فولادی را قرار میدن تا هدایت الکتریسیته افزایش پیدا بکنه و مقاومت الکتریکی بر روی آنودها کمتر بشه. در قسمت‌های داخلی و جانبی الکترولایزرمون هم مقداری آنتراسیت رو که همون گرافیت هست قرار میدن تا بتونه به عنوان یک عایق عمل بکنه. واکنش کلیمون برابر خواهد بود با الکترولیز Al2O3 در حضور کربن که تبدیل میشه به آلومینیوم مذاب به علاوه گاز دیوکسید کربن. در حالت ایدئال برای واکنش اکسایشی که در Al2O3 وجود داره، اکسی شدن اوی دوبار منفی برای ما ایدئال هستش و واکنش احیامون هم احیای Al3 بار مثبت به Al. پس در شرایط ایدئال ما دلمون میخواد که واکنش آنودیمون به اون صورت باشه که 3 تا اوی دوبار منفیمون تبدیل بشه به 3 تا O2 به علاوه 6 تا الکترون و در واکنش کاتودیمون 2 تا آلومینیوم 3 بار مثبت 6 تا الکترون رو بگیره و تبدیل بشه به آلومینیوم. در چنین حالتی واکنش کلی الکترولیزمون به صورت Al2O3 تبدیل میشه به 2 تا آلومینیوم فلزی مذاب علاوه 3 تا O2 هست. دلتا جی مربوط به این واکنش برابر 640 کیلو ژول بر مول. مولمون هم منظور به ازای مول تولیدی آلومینیوم هست که در مقدار دمای 1000 درجه سانتیگراد محاسبه شده و مقدار ای سلی که برای این واکنش ایدئال به دست میاد برابر 2.21 هست. اما در عمل ما نمیتونیم جلوی خوردگی کربن رو در حضور اکسیژن و در چنین دمای بالایی بگیریم. بنابراین به جای اینکه تنها اوی دوباره منفی اکسید بشه، واکنش آنودیمون واکنش اکسایش کربن در حضور اوی دوباره منفی و تبدیل شدن اون به CO2 هستش و واکنش احیامون در این مورد یکسانه. در نتیجه یک واکنشی که میتونه اتفاق بیفته در اون Al2O3 در حضور کربن الکترولیز بشه و تولید آلومینیوم و CO2 بکنه. دلتا جی مربوط به چنین واکنشی در 1000 درجه سانتیگراد برابر 340 کیلوژول به ازای هر مول تولید آلومینیوم هستش و مقدار ESR برابر هستش با 1.18 بود. اگر مقدار دلتا جی این دوتا واکنش رو با همدیگه مقایسه بکنیم، برای یک واکنش انرژیگی که غیر خود به خودی هست، هر چقدر مقدار دلتا جیمون کوچیکتر باشه و به صورت مشابه هر چقدر مقدار ای سلمون کوچیکتر باشه، تامین کردن چنین ولتاژی برای ما راحت تر هستش و مقدار انرژی که برای این واکنش لازم هست مقدار کمتریه و هزینه های عملیاتی کمتره. پس به جای اینکه واکنش ایدئال یعنی واکنش اکسایش اوی دوبار منفی تنها اتفاق بیفته، ناچارن کربن هم اکسید میشه و دچار خوردگی میشه. میتونیم بگیم تحت چنین شرایطی کربن به عنوان آنود فدا شونده عمل میکنه و باعث میشه که ولتاژ سلمون کاهش پیدا بکنه و در نتیجه مصرف انرژیمون کمتر بشه. پس در مقایسه با این دو واکنش، واکنش ابتدایی هستش که برای ما اتفاق میفته. آنودهای کربنی که در الکترولایزر آلومینیوم استفاده میشن از منبع کربنی مثل آنتراسیت تولید میشن و به دو شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. یک، آنودهای پشتیدار که اصطلاحاً به اونها پری بکت آنود هم گفته میشه و دومی آنودهای سودربگ. در هر دوتا از این آنودها مقداری از کربن به صورت روزانه مصرف میشه، خورده میشه که مقدار اون برابر حدود 2 سانتی متر در طول روز هستش. آنودهای پشتیدار یا همون پری بکت آنودها آنودهایی هستن که ساختارشون به این شکل هست و همونطور که از اسمشون مشخصه با کمک یک اتصال پشتی اتصال اونها با مدار بیرونی برقرار میشه. کریولیت مذاب به همراه Al2O3 هم به کمک این قسمت به داخل سل الکترولیزیمون تزریق میشه. آنودهای پشتیدار در سالهای قدیمی تر به کار بسته می شدن و به علت مصرف انرژی کمترشون و مشکلات کمتری که از لحاظ نگهداری دارن، باز هم هنوز به حد کافی از اونها استفاده می شه و مورد استفاده قرار می گیرن. همونطور که در اینجا مشاهده می کنید، این هم شکل واقعی این آنودها هستش که در واقع بلوک های کربنی هستن که توسط فلزات پری بکت اتصال اونها با مدار بیرونی برقرار می شه. اما آنودهای سودربرگ که از سال